ژانویه دومین سالگرد درگذشت دکتر داریوش همایون، بنیانگذار و رایزن حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات بود. بخش حاشیه خبرهای امروز گزارشی دارد کوتاه از زندگی این نوع اندیش عصر حاضر روزنامه‌نگاری و سیاست در ایران. دکتر داریوش همایون بدون شک یکی از بزرگان و نواندیشان عصر حاضر روزنامه‌نگاری و سیاست ایران می باشد. داریوش همایون در 5 مهر ماه 1307 در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فیروز بهرام، ابن سینا و البرز به پایان برد و از دانشگاه تهران با درجه دکترای حقوق فارغ التحصیل شد. او فعالیت سیاسی خود را از دوران جنگ جهانی دوم و با اشغال ایران آغاز کرد. سپس به روزنامه نگاری روی آورد. او در 25 آذر 1346 روزنامه آیندگان، اولین روزنامه سراسری صبح ایران را پایه گذارد. آیندگان به سرعت در جامعه روشنفکران ایران جا افتاد و رقیب سرسخت اطلاعات و کیهان شد. دکتر داریوش همایون در دوران حزب رستاخیز به سمت قائم مقام حزب نیز برگزیده شد. داریوش همایون در دولت جمشید آموزگار در سال 1977 به سمت وزیر اطلاعات و جهانگردی انتخاب شد. داریوش همایون در سال 1357 به دستور دولت شریف مومی به همراه گروهی از دولت مردان رژیم شاه روانه زندان شد و این دومین باری بود که وی روانه زندان سیاسی می شد. نخستین بار در حکومت دکتر محمد مصدق زندانی شده بود. او در 23 بهمن 1357 از زندان گریخت و مدتی در خفا زیست تا توانست به فرانسه بگریزد. بعد از رسیدن به غرب، داریوش همایون به فعالیت سیاسی و نویسندگی پرداخت. از او هزاران مقاله با ارزش و 6 کتاب در خارج از کشور به جای مانده است. داریوش همایون در سال 1992 به همراه یاران خود حزب مشروطه ایران را پایه‌گذاری نمود که در حال حاضر 20 سال از عمرش می‌گذرد. دکتر داریوش همایون در 28 ژانویه 2011 در ژنو زندگی را ودا گفت. با که بگویم؟ کس نیست. لب من خاموش است، قلب من بی‌ضربان. تپش پنجره یادآور توست، قاب تنهایی من نیز. چه شتاب آلوده پر کشیدی به سحرگاه شکفتن، و سراپرده باغ که از اندوه به جان آمده است، داغ بر پیشانی زیر تن پوش سیاه، در عزای تو عزیز رفته خون دل می‌گرید. آری ای پاک ترین، ای خردمند ترین، هر گشودی و نیندیشیدی که گل کاشتت زیر گرمای کبیر بودن دست و پا می‌زند. اینک ما سایبان دستت بر کدام این باغ سایه گستر شده است. باغ من بیماران، آتشینک بی دود، دود بی خاکستر. فصل پاییز قریب، زردی برگ به رخ، غم غربت در یاد، غم دل با بله. و ما در ارتباط با گزارش که شنیدید، دومین سالگرد درگذشت دکتر داریوش همایون، گفتگویی دارم با پروفسور شاهین فاطمی، یکی از اقتصاددانان برجسته کشورمون و همطور رایزن حزب مشروطه ایران. با درود به شما، خدمت شما پروفسور فاطمی. درود بر شما و شنوندگان محترم شما.
پروفسور فاطمی، از شما در جامعه سیاسی به عنوان دوست و یار دکتر همایون یاد میکنن. شما فکر میکنید که در دنیای سیاست بزرگترین مشخصه دکتر همایون چه بوده است؟ به نظر من داریوش همایون یک فرد استثنایی بود، هم از نظر میهن پرستی، هم از نظر لیاقت، پشتکار و استعداد شگرفی که او در نوشتن داشت و در فکر کردن. یک متفکر طراز اول بود که به نظر من اگر به زبانهای خارجی می نوشت در سطح دنیا می تونست شهرت بسیار بسیار بزرگی برخوردار باشه. پروفسور فاطمی، اگر دکتر همایون رو بخوایم در چند جمله بیان بکنیم چه می شود گفت در ارتباط با ایشان؟ ایشان رو چگونه معرفی می کنید؟ به عنوان یکی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی و مطبوعاتی ایران، به ویژه در دوران بعد از انقلاب و در دوران تبعید، بر مضاف بر این فعالیت هایی که ایشون داشت و این قلم پرکار، تعداد زیادی کتاب نوشت، هر هفته مقاله می نوشت، توانست یک حزب سیاسی، برای اولین بار یک حزب سیاسی در خارج از کشور ایجاد بکنه، از خودش بیادگار بگذاره. در شرایط بسیار بسیار مشکل در سراسر اروپا و امریکا سفر میکرد و وقت میگذرون با جوانها و توانست اون نیاز مبرمی که جامعه ایرانی های خارج از کشور داشتن به یک متفکر، کسی که با آینده ایران جوانها رو امیدوار بکنه، برای آینده ایران تصوری رو که همه ما نیازمند به اون هستیم ایجاد بکنه، این نقش تاریخی رو داره شما این بازی کرد و با من بسیار بسیار از دست دادن او بیموقع بود. هنوز نیاز مبرمی به وجود او در خارج از کشور و در داخل ایران در برون مرز وجود داشت. سال کرده در گذشته او داغ همه دوستانش رو تازه میکنه. ما هم به شما تسلیت میگیم. پروفسور فاطمی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم و به امید دیدار شما هستیم در لس آنجلس. خواهش میکنم، با تشکر از شما. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. ما در اینجا گفتگویی دارم با آقای فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران. ایشان روی خط هستند. با درود و صبح بخیر خدمت شما آقای پاشایی عزیز. درود بر شما و درود به همه بینندگانتون در سراسر جهان. آقای پاشایی، حزب مشروطه پیوسته چه در نوشته ها و چه در گفتگوها همیشه از دکتر داریوش همایون به عنوان یه آموزگار و یک راهبان یاد میکنه. شما میتونید به مهمترین چیزی که از ایشان آموخته‌اید اشاره کنید؟ در واقع همایون میتونم بگم مشخصه های مختلفی از خودش داشت. ایستادگیش و اصول یکی از مشخصه های همایون بود. من معتقدم که آقای همایون شاید جزه تمام کسان یکی از چند بیاب کسانی بود که در با مثال معروف روی که در ایران سیاست پدر مادر مادرها رو عوض کرد. یک سازگی اصولش، خواربندی به سلامت سیاسیش، با دلبستگیش به ناشتداری به یک پارچگی ایران و این سازگی اصول بر قدمه که مشخص چند سال مشخصه های مخصه به فرد آقای همایون بود. آقای همایون دقیقا میدونم بیانی که کسانی بود که بی اندازه به این دنیا و به نگاه های مالی دنیا براش بی ارزش بود. آنچه که براش اهمیت داشت ایران بود و یک پارچگی ایران که بسیار مهمترین مشخصه هاش نگاهشون نسلاوز به ایران و نگاهش به نسلاوز دفاعی ایران بود، نسلاوز تحاکمی، نسلاوز دفاعی ایران بود و پارچگی برقه. آقای پاشایی، فقدان دکتر همایون تا چه اندازه حس میشه در حال حاضر؟ من معتقدم آقای همایون با نوشته هاش و آثاری که خود به جا گذاشته در حقیقت بخشی از
کمبود خودش رو جبران کرده، ولی همیشه یک پیشی کم بودش، برای که آدمی بود که مدام از خودش این اندیشه تازه، فکر تازه و فکر نو خلق میکرد. آقای همایون در همه زمینه ها رفت سیاست معتقد بود که ما باید در ایران، در جامعه سیاسی ایران عوض بشیم، تغییر کنیم و نو بشیم و هر روی هر چی که هستیم همیشه باید سعی کنیم از متأسفانه بهتر بشیم. به خصوص همیشه معتقد بود که یکی از اشکالات عمده ما که در بحران 57 به این بلا گرفتار شدیم جفت بدتر فرهنگی که در جامعه سیاسی ایران وجود داره و ما باید فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی رو عوض کنیم. برای به این خیلی پایبند بودم من تا روزی هم که بود مدام این تغییرات و در نوشته ها و گفتارش ایجاد میکرد. آقای پاشایی بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم و تا گفتگوی بعدی و دیدار بعدی شما رو به خودم سپارم. بسیار ممنون از شما و از تشکر میکنم در بود پیروزی و شادکامی. خدا نگهدارتون. گفتگوی بود با آقای فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران.